79 کیلوگرم. مسابقه بعدی از خدمت گزارش خواهیم کرد از دیدار تماشایی فولادی ذوب آمل با پاس مازندران. بازم باید تاکید کنیم فینال گونه، چون برنده این مساف میره به مرحله نیمه نهایی و تا به دینجا 4-2 در نتیجه تیمی در 6 مسابقه اول فولادی ذوب پیش هست. در این رقابت دو بنده قرمز برتن امیر حسین کاووسی از فولادی ذوب آمل است مقابل حسین عباسپور با دو بنده آبی از پاس مازندران قرار میگیره. امیر حسین کاووسی کشتیگیر خوشنقش کلاردشتی که اولین دو امتیاز رو موفق میشه با یه زیر خوب بگیره، تعادل عباسپور رو برهم زد و حالا در بارانداز برتریشو به 4 امتیاز ارتقا میده. 4-0 پیش هست در مقابل کشتیگیر دو بنده آبی حسین عباسپور. هر دو کشتیگیر اهل مازندران هستن، امیر حسین کاووسی و حسین عباسپور، در ترکیب دو تیم مازندرانی هم قرار گرفتن. مملو نیروهای مازنی از تمامی تیم‌های لیگ برتر کشتی آزاد از چندین کشتیگیر مازنی استفاده می‌کنند. تیم‌های مازندرانی حاضر در رقابت‌ها بیشتر، سه تاشون که اصلاً قطعاً در مرحله نیمه نهایی حضور دارن. سند عرص از گروه اول صعود کرد با تیم صعود کننده از این گروه در زبدری اصطلاحاً که البته به سبک و سیاق تازه چهار تیم سرگروه مقابل هم قرار می‌گیرن با تیم فولادی ذوب آمل یا پاس مازندران مساف میره. تیم‌های دوم و سوم با هم دیگه که دانشگاه آزاد کشورمون با هدایت بهنام طیبی با صنایع مازندران با رضا یزدانی، علیرضا رضایی هم هدایت سند عرص رو بر عهده داره. این طرف هم محمد میرمادیان، 4 مربی شایسته کشتی آزاد کشورمون در مرحله نیمه نهایی. تقابل اونها میتونه جذاب باشه، چه نیمه نهایی و فینالی باشه با توجه به اینکه تمامی ستارهای کشتی توزیع شدن بین تیم‌ها و اینگونه نیست که مثل سال‌های گذشته یه تیم بیاد همه ستاره‌ها رو بخره، نفرات دوم اون وزن بخره و یک طرفه قهرمان بشه. امیرحسین کاووسی 4 امتیاز جلو هست، حسین عباسپور یه دستو گرفته میخواد دستو بکنه پیش بندازه به دنبال خاک باشه و شاید بتونه فاصله رو کمتر بکنه، در حالی که یک دقیقه پایانی وقت نخست این دیدار هست. در وزن 79 کیلوگرم که کاووسی دوباره از تشک داره خارج میکنه پای حسین عباسپور رو، اگه بتونه کمی دیگه متمایل کنه این کشتیگی رو. هنوز داور دست خودش ندمیده، این کار حالا میکنه و یه امتیاز دیگه هم به امیر حسین کاووسی داده میشه. از کلاردشت میاد امیر حسین که کلاردشتی ها چهرهای مدال آوری رو در سالهای اخیر داشتن، احمد ویسی، مهدی ویسی، مرتضی القوسی در کشتی فرنگی و همین امیر حسین کاووسی که نشون میده کشتی در همه جای مازندران جریان داره و معطوف به منطقه خاصی نیست، حالا جویبار بیشتر در فراز و باقی شهرها و مناطق هم قهرمان دارن. همین شهر آمل که دیگه شده معدن تولید قهرمان و ممنون از فولادی ذوب و آمل که این فضا رو برای دیده شدن کشتی آمل در رقابت لیگ برتر ایجاد کرد، هم در فرنگی هم در آزاد. سراج سرمربی تیم پاس رو دیدین و اشاره هم بکنیم به تلاش‌های بابک بهمنی که کشتی آمل رو دگرگون کردن. میرم از سراغ مربیانشون، هر دو کشتیگیر برتری راحت برای احمد ویسی 5-0 رقابت رو پیروز شد. حامد میرعمادیان صحبت میکنه و همینطور سراج سرمربیان هر دو تیم. صحنه آهسته تلاش امیر حسین کاووسی برای اینکه پیروز این جدال باشه. در وقت اول موفق شده که با تسلط رقابت رو از آن خودش بکنه. برگردیم سراغ وقت دوم، امیر حسین کاووسی در مقابل حسین عباسپور. حسین عباسپور در مسابقه قهرمانی مازندران اول شد، در رابطه کشوری برای مازندران مقام کسب کرد. بسیار خوش‌آتیه‌ای هست. خب امیرحسین کاووسی از او سابقه بیشتری داره، قهرمان آسیا در نوجوانان، مدال‌آور رقابت‌های نوجوانان جوانان در آسیا، مصادره بین‌المللی هست. امیر حسین کاووسی به دنبالی هست که هر طوری هست دوباره در خاک امتیاز بگیره، دستش خارج کنه، اتفاق میفته و حالا یه پارو گرو میگیره و منتظر باشید. بله خاکم میکنه امیر حسین کاووسی، حساب کار رو حالا میکنه 7-0. برتری از آن امیر حسین کاووسی هست که
تا بدینجا مقابل حسین عباس پور کاملا مسلط بود. من اینطور احساس می‌کنم یه ذره حسین عباس پورم سبک‌تره با توجه که قبلا در وزن 74 کیلوگرم هم پشتی می‌گیره، منتها خب بالاخره برای 79 کیلوگرم وزن کشید. این پیروزی به دست بیاد، فولادین زو پنجم پیروزیشو به دست آورده، اون وقت دیگه فاصله کمی داره تا برتری قطعی مقابل پاس. حالا تلاش حسین عباس پور میتونه اول دوپتز رو بگیره، بعد اتفاق براش میفته. حالا حساب کار میشه 7-2. حسین عباس پور موفق میشه در 1:45 به پایان حساب کار 7-2 کنه و خودش امیدوار نگه داره به ثانیه های بعدی. سرپا میده داور، دوباره در وسط تشک احساس ناراحتی میکنه، ناحیه انگشت امیرحسین کاووسی، همین چهره که میبینید. 90 ثانیه به پایان، کاووسی با گارد پایین، حسین عباس پور هم گارد سبک مراد محمدی میشینه و رضا یزدانی. کشتی مازندرانی همشون صاحب سبکن، کشتی ایران در دنیا شناخته شده است. امیدواریم که فنون نابمون رو بیشتر ببینیم و معطوف به صرفا زیرگیری حداقلی و کسب امتیاز در خاک نشه. دوباره تلاش شده کشتی در منطقه زون اتوشک خارج بشه، یه امتیاز دیگه میدن به کابوسی، این اتفاق میفته. سر کار 8-2 میشه، کابوسی 8، عباس پور 2. یک دقیقه پایانی این مساف، برتری کماکان با امیرحسین کاووسی و تیم فولادی زوب آمل. فولادی ها فاصله کمی دارن تا نیمه نهایی، به همراه صنایع مازندران نمایندگان مستقیم استان هستن در رقابت ها. در تمام ادوار گذشته تمام تیم هایی که قهرمان رقابت لیگ برتر شدن اسکلت اصلی و نفرات شاخصشون از مازندران بوده، ولی فقط یک بار یک تیم از مازندران قهرمان لیگ برتر کشتی آزاد شده که در خود مازندران با کادری بومی کارشو دنبال کرد. تیم شهدای جویبار در سال 1189 موفق شد که قهرمان بشه، دیگه هیچ وقت مازندران در لیگ برتر قهرمان نشد. پایان این مساف، پیروزی امیرحسین کاووسی خواهد بود در ثانیه‌های پایانی با توجه که کار خاصی من بسپور انجام نمیده، تمام میشه و موفق میشه همین حسین کاووسی با نتیجه 8-2 حسین عباسپور شکست بده. در نتیجه تیمی هم حساب کار 5-2 از آن تیم فولادی زوب آمل. بله خیلی ممنونم، مشکرم.